روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای 32 کنفرانس سران با اتحادیه اروپا وارد بروکسل شد. این کنفرانس که قبلا برای مدت 2 روز با ضیافت شام برای شروع برنامه‌ریزی شده بود، به خاطر ناآرامی‌های اوکراین که طرفین یکدیگر را به دخالت در آن متهم می‌کنند، به 1.5 ساعت و صرف نهار کاهش یافت. باید برداشتی که منافع یک منطقه ضرر منطقه دیگر است را عوض کرد. ما در اتحادیه اروپا با قرار دادن کشورها در مقابل یکدیگر مخالفیم. ناآرامی‌های اوکراین که از ماه دسامبر 2 ماه پیش آغاز شد، با تقاضای مردم این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا و مقاومت دولت این کشور بالا گرفته است. همسایگان مشترک ما در صدد همکاری بیشتر با اتحادیه اروپا و در این حال حفظ رشته‌های تاریخیشان با روسیه هستند. باید در این راه به آنها کمک کنیم، اما تقسیم بندی‌های جدید قابل قبول نیست. آقای پوتین با اعطای به گزارشی 15 میلیارد دلار وچه کمکی به اوکراین، دولت این کشور را متقاعد به خودداری از امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا و اوکراین را به روسیه نزدیک کرد.